اتفاقی که اخیراً در تهران افتاد و فقط هم در تهران بود، ما در هیچ شهری چه بزرگ چه کوچک در کشور نداشتیم، به دو نکته اصلی برمیگشته که بحث متاسفانه تأخیری که در ارسال واکسن برای ما ایجاد شد به دلیل بدعهدی کسانی که با ما قرارداد داشتن، و دومی که مردم چون سراسیمه می آمدن و بدون پیامک و دعوت از طرف ما می آمدن و به مناطق خودشون هم مراجعه نمی کردن. یعنی مردم می آمدن از مناطق مختلف پخش می شدن در مناطقی که اصلا پرونده سلامتشون در اون منطقه نبود و به تعداد نیاز اون منطقه ما واکسن فرستاده بودیم. خب یه مقدار بی‌نظمی ایجاد کرد. خوشبختانه این کار داره به سامان جدیدی میرسه و ما قطعا برای گروه های جدید مشکل رو نخواهیم داشت. به دو دلیل، یک، واکسن های داخلی رسید، این یک منبع قابل اتکاست. واکسن های خارجی به اندازه کافی داره میرسه و از همه مهمتر ما همه رو بر مبنای دعوتی که توسط پیامک از سیستم بهداشتی خواهیم کرد در موعد مقرر خواهیم خواست که تشبیهن و واکسنشون بزن. آقای دکتر، نهادهای دیگه وارد میشن؟ بله، ما با مجموعه بسیج، با مجموعه هلال احمر و مجموعه دیگه هم در جریان هستیم که انشالله بتونیم هم پایگاه‌های بیشتر. ما امروز بیش از روزی 300 هزار تا 500 هزار واکسن رو امکان زدن داریم. مثلا همچین مشکلی رو در هیچ جای ایران نداشتیم. این اتفاقی که افتاد اتفاق بسیار بسیار گذراست و قطعا از امروز انشالله مدیریت میشه و ما در تهران هم انشالله در روزهای آتی برکت هم الحمدلله شروع شد. و من این مژده رو بدم که امروز ما اجازه مصرف اضطراری واکسن پاستور رو هم کمیسیون قانونی صادر کرد.